ضمن سلام و عرض ادب به همراهان عزیز اساطیرنامه، در این مستند با بنیانگذار واقعی زبان پارسی در ایران آشنا می شوید. این شخص نه فردوسی و نه سعدی است، بلکه فردی عیار بوده که به درگیری با پادشاهان اعرابی که به ایران تجاوز کرده بودند می پرداخت. این اسطوره کسی نبود جز یعقوب لیث که اکنون برخی از آن به عنوان رابین هود ایرانی نام می برند. همراهان گرامی، اگر به تاریخ ایران و شناخت اسطوره‌های واقعی ایران علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنم اساطیرنامه رو با زدن دکمه سابسکرایب همراهی کنید و حتما این مستند جذاب رو تا انتها تماشا کنید. اساطیرنامه، مروری بر تاریخ ایران. به نام خدا. یعقوب لیث صفاری در روستای قرنین در سیستان به دنیا آمد. شغل آبا و اجدادی او رویگری یا همان صفاری بود. او درآمدش را با فقرا و دوستانش تقسیم می کرد. کم کم وارد گروه عیاران شد. عیاران جوانان غیور و فداکاری بودند که جلوی بسیاری از مظالم را می گرفتند. عیاری باعث توجه یعقوب به فقرا و رعایت جوانمردی می شد. او در شبانه روز 170 رکعت نماز به جا می آورد و روزی 1000 دینار صدقه می داد. یعقوب از اموالی که از کاروانهای ثروتمندان می گرفت به فقرا و نیازمندان می بخشید. در واقع عیاران از ثروتمندان باج می گرفتند و به فقرا می بخشیدند. در تاریخ آمده شبی یعقوب به قصد عیاری وارد خانه درهم بن نصر والی سیستان شد. اموال و طلاها را جمع آوری کرد. در این حین چشمش به شیء شفاف افتاد. گمان کرد جواهر است. آن را به دهان نزدیک کرد، اما متوجه شد نمک است. به خاطر خوردن نمک پشیمان شد و تمامی اموالی را که جمع کرده بود سر جای خودش گذاشت و رفت. والی سیستان هنگامی که از این موضوع مطلع شد، دستور داد به عیار امان بدهند تا خود را معرفی کنند. یعقوب لیث پیش والی رفت و گفت: من نمک تو را خوردم و به خاطر حق نمک از بردن اموالت منصرف شدم. درهم بن نصر والی سیستان به خاطر همین جوانمردی یعقوب را سرهنگ و امیر لشکر خود کرد و این گونه یعقوب لیث کم کم قدرت گرفت. یعقوب لیث در گام بعدی عیاران و دلاوران سیستان و سایر نقاط ایران زمین را جمع کرده و به جنگ با فرمان روایان عرب خلیفه عباسی پرداخت. تاریخ جهان نظیر چنین جوانمردی را کمتر به خود دیده است. یعقوب پس از آنکه طی جنگ‌ها و دلاوری‌های بسیار به فرمان روایی سیستان، هرات، کرمان، کابل و تبرستان که همگی در دست فرمانداران خلیفه عباسی بود رسید، دستور تاریخی داد که فرهنگ و زبان پارسی را زنده کرد. 200 سال از حمله اعراب به ایران گذشته بود و زبان فارسی رفته رفته از مدارس و مکاتبات دیوانی یا اداری حذف و به جای آن اجباراً زبان عربی تعلیم داده می شد. یعقوب لیث به تمام نقاط ایران دستور داد زبان عربی را حذف کرده و به جای آن زبان فارسی دری را به کار ببرند. مطمئناً اگر یعقوب لیث چنین خدمت عظیمی را برای زبان و ادب فارسی انجام نمی داد، امروز کشور ما مثل تمام کشورهای شمال آفریقا عربی صحبت می کردن و از فردوسی و حافظ و جامی خبری نبود. خلفای عباسی با اینکه سلطنت خود را مدیون ایرانیان می دانستند، اما با غرور و تکبر خاصی ایرانیان را موالی می نامیدند و از هیچ ظلم و ستمی بر ایرانیان کوتاهی نمی کردند. روزی یعقوب لیث شنید که خلیفه عباسی به فرماندارانش نامه نوشته و گفته یعقوب یاغی و سرکش است، از او اطاعت نکنید. پس یعقوب چهره ضد تازی و ضد عربی خود را نشان داد. او با هدف براندازی حکومت خلیفه با سپاهی منظم و مجهز عازم بغداد شد و در منطقه دیرالعقول جنگی بین یعقوب لیث و خلیفه عباسی در گرفت. اما متاسفانه سپاه یعقوب شکست خورد و بیشتر لشکرش در این جنگ از بین رفت. با این وجود کمترین خللی در اراده آهنین این مسکرزاده وارد نشد. سپس او با هدف تجدید قوا و حمله مجدد به جندی شاپور عقب نشینی کرد، اما به بیماری قلنج مبتلا شد. در این موقع خلیفه عباسی که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان قاصدی با هدایای فراوان و پرچم به نزد یعقوب لیث فرستاد تا او را از ادامه جنگ باز دارد و گفت: تمامی آنچه از خاک ایران تصرف کرده ای از آن تو باشد، ولی مرا به عنوان خلیفه مسلمین قبول کن.
یعقوب لیث در جواب قاصد دستور داد مقداری پیاز و نان خشک و یک قبض شمشیر در طبقی قرار دهند و پیش فرستاده خلیفه بیاورند. بعد رو به فرستاده خلیفه کرد و گفت: من مردی رویگرزاده ام و از پدرم مسگری آموخته ام. خوراک من نان جوی خشک و پیاز است و این پادشاهی و گنج نه آنکه میراث پدرم باشد، بلکه از سر عیاری و شیرمردی و دلاوری به دست آورده ام. پاسخ من به متجاوزی چون خلیفه این شمشیر است، هرچند خود را خلیفه مسلمین بخواند. از قول من به خلیفه بگو اکنون من خسته و بیمارم، چنانچه از بستر بیماری برخیزم بین من و تو شمشیر حکم می‌کنند. به نقل مورخین هنوز فرستاده خلیفه به بغداد نرسیده بود که یعقوب در سن 65 سالگی در بستر بیماری از دنیا رفت. آرامگاه او در 10 کیلومتری شهر دزفول، روستای شاه‌آباد است. او جوان مردی بود که به میهن خود عشق می‌ورزید و از تازیان و خلفا نفرت داشت و آرزوی رهایی ایران تمام وجودش را تسخیر کرده بود. بیشک اگر این دلاور و جنگجوی بی‌نظیر تاریخ ایران در اثر بیماری از بین نمی‌رفت، مسیر عزت و شوکت ایرانیان را چه زیبا رقم می‌زد. همراهان گرامی، حتما نظر خودتون رو درباره یعقوب لیث دلاور برامون کامنت کنید و اگر به این سبک مطالب جذاب تاریخی ایران علاقه‌مند هستید، این مستند رو لایک کنید و اساطیرنامه رو با زدن دکمه سابسکرایب همراهی کنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.